آیا هموطنانمون وقتی بحث موشکی و توان موشکی ایران مطرح میشه در حال حاضر، آیا میبایستی به قول اون ضرب المثلی که میگن آب بچه رو با آب لگن انداختن بیرون، آیا میبایستی این توان موشکی به عنوان ابزار دفاعی کشور رو با نفرتی که از رژیم جمهوری اسلامی هستش ترکیب کرد و بگیم نه مردشور هر دوتاشون رو ببرم، ما هیچ کدومشون رو نمیخوایم، و یا اینکه میبایست یک تفکیکی در این مورد قائل شد؟ اگر باید تفکیک کرد، چرایی اون رو اگر ممکن هست قدری توضیح بفرمایید. بگوش از با کمال میل. این نکته بسیار بسیار مهمی است که شما گوش گذاشتی. هم مسئله برجامش هست، حالا من بر نمیگردم برجام که چه سر و صدایی کردن و چه بازی در موردن که بمب میخوان درست کنن پرکنن سر مردم از این که به کل یابه چه چیزی امکانش نبود، و اگر هم کسی میخواستی همچین ماجرای جویی بکنه همون زمان که دکمه فشار میداد خودشم بود میشون بودن بابا تمام داستان بازدارندگی اتمی اینه. ولی با تمام احوال سر و صدا کردن، در دنیا قال کردن، تبلیغ کردن نا و برخریستن به برجام. به قولی که دوستان حقوقدان که دیروز اتفاق صحبت میکردن که بسیار هم با دقت این رو خونده بود، میگه واقعا به تمام معنا سنت ذلت‌باره، و چون آدمش که از روز اول هم جمهوری اسلامی مخالف بود و اینا، این رو باید عرض میکنم گذرا که مسئله مهر و محبتی به آفریقا نیست در این جریان. حال اون شو یه بندی رو گذاشتن که آنها یه مدتی میره عقب تا یه زمان دیگه ختم میشه. از روز اول اسرائیل شروع به سر صدا کردن که چرا ختم میشه، اینا هیچ موقع نباید هیچی داشته باشه. در این سیاست اسرائیل در منطقه هیچ تو تکنولوژی حتی نیستن کسی نباید داشته باشه، چی بسه به مو یعنی انحصار مطلقش رو میخواد داشته باشه. خب میخواد هست، ولی تا اینکه بقیه باید تمکین بکنن یا نه راه درازی است. برشاد اون کسافتکاری دولت روحانی زنی بنا بالا خود. حالا از اون هم گذشته رسیده به مسئله موشکی، این همون سریال رو میتینن که ما نگرانی، اینها ماجراجویی میکنن، اینا چه میکنن، اینا نباید موشک داشته باشه. خب نکته این است که موشک نداشتن بزرگتر قوه بازدارنده جمهوری اسلامی در مقابل حمله به مملکت و نه فقط رژیم فراموش نشود، به خاطر اینکه یه مدت خاطرتون هست گفتن ما یک تحریم های هوشمندی داریم درست میره میخوره به عمامه فلانی. بله اون تحریم های هوشمند اینی که ملاحظه میکنید باید موزر بسد این هوشمندش. خب این داستان هم این هم آقا جان اینطوری نمیشه، اینا باید برن، اینا باید ماجراجوشون کنار بزنن و خلاصه بدین داستان رو جمع بکنن. اگر این موشک رو نداشته باشن ایران قابلیت دفاع از خودش در مورد حمله خارجی رو نخواهد داشت، در موقعیتی قرار میگیره که عملا میتونه به سرعت لیبی درش بیارن و برنامه هم ظاهرا همینه. این باید جدی گرفت مثلا رو مملکت یه چیز آخوند یه چیز دو این نکته هستش که ببینیم آقا دفاع از رژیم میکنه این سلاح ها یا دفاع از ایران، این دوتا یکی نیست. طبیعیش که ایشون از ما لاغانی صدایی که در اینجا چیزی که بسیار روشنه کوچکترین مهری به این رژیم نداریم، مخالفی از اول کار کنه میتونم که جدی بگم برانداز بودی به بعد هست دیگه سبابه بشن هست برانداز و جدی که باید برند آقایی کن اصلا هم شوقی نداریم چرت و پرت های میان روی و اصلاح داریم نمیم نمیمزیم. خب اینا که بذارید کنار، این مسئله است که آقا این مملکت باید بمونه، اینها باید برن و یه حکومت دیگه بیاد جاش. از بین رفتن مملکت هدف هیچ آدم ایرانی که کوچکترین مهری به ایران داره نیست، هیچ آدم عاقلی هستن مملکت از بین بده که چی بشه. صحبت از این که این حملاتی که میشه قراره بشه، قراره به رژیم بشه و به مملکت نشه، مثل داستان تحریم هوشمند. یه نکته تاریخی فقط بنده تذکر بدم اضافه کنم در ذهن همه هست یادآوری سابق، این نوع سلاح ها حتی سلاح اتمی هیچ کشوری رو در مقابل مردم خودش محافظت نکرد. بزرگترین نمونهش نمونه روسیه شوروی بود که میزان قورخانه اتمیش فقط با آمریکا قابل مقایسه بود، من نمیدونم چند هزار کلاه داشتن و چندین موشک و تمام زیردریا و بساط و اینا. خب همه اینا شد، همه اینا بود، رژیم هم ساقط شد، ولی در این حال اینها هم موند برای اون مملکتی که خرجش داده بود، مهندساش ساخته بودن رو هم گذاشته بودن برای که اون مملکت روسیه امروزه بتونه از خودش دفاع بکنه و هر کسی نه بهش تنه بزنه و هر یابه‌ای بگه و هر تحقیری بکنه. این عنایت رو اگر مردم تصور میکنن توجهش رو به این مسئله جلب شد، ولی فعالان سیاسی که درست همون تبلیغات فرنگی رو یعنی تبلیغات که یه سرش اسرائیل یه سرش امریکا و اینا میگیرن و تکرار میکنن، همونطور که راجع به ماجراجویی اتمی گفتن که به نظر من ماجراجویی نبود،
حالا صحبت از ماجراجویی موشکی میکنن که واقعا من شباهت رو ماجراجویی نمیدونم چیه، یک کمی بهش عنایت پیدا بکنن به نظر من مفید خواهد.